عزیزان خوش آمدید باز دوباره به درس امروز ما فیض خداوند ما با شما باشه امروز از خداوند می طلبم به شما قوت عطا کنه و اون فیضی که احتیاج دارین در زندگیتون در هر جایی که هستین مخصوصا شما عزیزانی که در ایران هستین احتیاج بزرگی به قوت خدا دارین شما عزیزانی که در کشورهای دیگه پناهنده این و هنوز جواب پناهندگی تو نیومده و در یه دنیای ما بین زندگی درست و ما بین یه انتظارید و امروزه واقعا شمشیر دنبال ما ایرانیا افتاده در همه جای روی زمین همونطور که ارمیای نبی میگه و زمان داوری قوم ماست از لحاظ امروز ایران واقعا شکسته شده و این دولت اسلامی شریر کاری که اینها کردن در ازای اینکه لعنت وارد ایران کردن اینها میگن ما اینجا یه مثالی داریم میگیریم لیمو رو که فشار میدی آب لیمو میاد بیرون اینی که الان ایرانی ها زیر فشار قرار گرفتن و اون چیزی که در درونشه دارن میاد بیرون اگه کلاهبرداریه، اگه دزدی اگه دروغه و این داستانهایی که امروز من میشنوم واقعاً باعث افسردگی در مورد قوم ما و در مورد همه اقوام میتونن اقوام وقتی زیر فشار قرار میگیرن اون ذات شیطانی که درشون وجود داره میاد بیرون مخصوصا وقتی اصول اخلاقیشون مثل امروز در ایران اصول اخلاقی شکسته شده چهارچوب اخلاقی دیگه وجود نداره اینه که ما بایستی واقعا دعا بکنیم برای قوم ما الان احتیاج به دعای زیاد داره که خدا فیضش رو بریزه و چشم قوم ما رو باز بکنه که حقیقت انجیل رو درک بکنیم و این حقیقت بتونه ما رو آزاد بکنه خدا در نام عزیزت می طلبیم امروز به ما کمک بکن به ما فیض عطا بکنه ای پدر کلام تو رو درک بکنیم از تو می طلبیم در نام عزیز عیسی مسیح این فیض شامل حال ما بشه و به ما کمک بکنه این درس این کلام وارد قلب همه اونهایی که درس رو مشاهده میکنن ای پدر از تو می طلبم در نام عیسی خداوند اونهایی که ایماندار نیستن چششون باز بشه ایمان بیارن اونهایی که ایماندارن به وسیله این کلام تقدیس بشن و روحشون قوت بگیره در نام عزیز عیسی مسیح برای ایران دعا میکنه می ای خداوند که ایران رو بشور امروز یه تحول روحانی در فرهنگ ما اتفاق بیفته در قوم ما در نام عزیز عیسی مسیح با ایمان میطلبیم و تو رو سپاس میگه می ای خداوند در نام قدوست آمین دارو شکر میکنیم ادامه میدیم به درسمون کتاب رومیان باب سه امروز آیه ده و یازده رو میخوایم مطالعه کنیم ولی قبل از اینکه وارد درس بشیم این جدولی که قبلا کشیده بودیم یادتون باشه که راجع به نقشه نیکی مطلق در کتاب رومیان رومیان باب یک از آیه هیجده تا باب سه آیه بیشتش مواردی که خدا صحبت میکنه در مورد گناه نیاز به نجات قدوسیت خدا در محکوم کردن گناه کشندگی مرگ مرگ روحانی لزوم نیکی مطلق عدالت خدا در شریعت انسان ها بردگان گناه و به طور کل اصول تعالیم و زندگی با ایمان اینی که نقشه کتاب رومیان بابای رومیان راجع به چی صحبت میکنه اینی که امروز باب سوم آیه ده و یازده میفهمد چنانکه که کتاب مقدس میفرماید حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا جویای خدا باشد. اینه که امروز پولس رسول گفتیم قبلا تدریس میکرد راجع به اینکه همه زیر گناهن آیات قبل جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم و پولس داره باز کتاب مقدس رو باز گفتگو میکنه برای اونهایی که هنوز متقاعد نشدن که زیر گناهن میگه متقاعد نشدی بذار باز به ثابت بکنم از کلام خدا در عهد عتیق داره باز با کالمش با افرادی که یهودیان افرادی که مذهبیان و به اعمال خوبشون متکی میگه هنوز باز مشاهده نکردی هنوز باز متقاعد نشدی بذار بیشتر توضیحی بدم افراد مذهبی خیلی طول میکشه براشون بفهمن که اینها با خدا رابطه ندارن نیکیشون که از طریق مذهب دریافت میکنن به وسیله اعمالشون در حضور خدا هیچ معنایی نداره مطفا چه زمان خوبی الان محرم در ایران زمان محرمو میشه گفت زمان بزرگ کردن مرگ زمان سوگواری مرگ هیچ در هیچ قومی من انقدر که مرگ و جلال میدن در قوم ما در شیعه ها بیشتر ندیدم روی زمین انقدر مرگ و بزرگ میکنن توی کشورهای آفریقایی بعضی کشورهاش اینطورن طورن مرگ انقدر بزرگ شده مثلا توی آفریقای جنوبی یه مدتی مرسوم بود بین افراد اینا که ایدز میگرفتن بیماری ایدز میگرفتن که اگر به بچه های کوچیک تجاوز بکنن از اید آزاد میشن و اینا هزاران هزار نفرشون چند هزار نفرشون از بیماری اید مردن و نه تنها مردن بلکه انتقال دادن اینو ما در ایران میبینیم امروز 1500 سال از مرگ این امامان اینا گذشته هنوز دارن میزنن توی سرشون قمه میزنن زنجیر میزنن سینه میزنن خیلی جالبه برامه از واسه منطقین، اصلا منطقی هم درست نیست اگر اینا معصوم بودن که نزد خدان اگر نزد خدان چرا دارین سوگواری میکنین براشون اگر نزد خدا نیستن شکست خوردن سرشون رو زدن دستشون رو زدن قتل عامشون کردن شما داری اون شکست رو باز بزرگ میکنی مثل این میمونه که یکی بدنش زخمی شده داره خون میاد شما داری هی به زخم خونش صحبت میکنی ببین زدن یادت چجوری زدنت چه کتکی بهت زدن تو خیابون چقدر خون مالید کردن چقدر دماغت خون اومد وای به حالت نه تنها این بلکه خودت هم همزمان میزنی که اعلامیه این بکنی که ناراحتی به خاطر که اینو زدن این داریش کار میکنه اون چیز داری چند برابر بزرگش میکنی برای همین تنفر بین شیعه ها و سنی ها زیاد شده به خاطر این سوگواریشون این اصلا از منطقی یه کسی که 1500 سال پیش مرده برای سوگواری کردن جهالت کامله واقعا من اینو نمیفهمم یکی از موعظه آقای خمینی رو میگفتن میگفتن ایشون میگفت ایشون خودم شنیدم گفت ما به خاطر امامان سوگواری نمی کنیم ما به خاطر این سوگواری می کنیم که جوم قوممون رو یه دسته بگیریم اتحاد باشه بین قوم ما و من به این فکر افتادم که سران قوم ایران امروز اتحادشون بر مبنای مرگ اگر مرگ و بزرگ بکنن اتحاد پیدا میشه بینشون اگر غم و بزرگ بکنن اتحاد بر بیدلی نیست زمین ایران زیر لعنت مرگ و غم و افسردگی و کمبود و فقر و هرچی گفتم باز گفتیم ما کم گفتیم حال منظور به این که هنوز اینا متقاعد نشدن که گناهکارن و هنوز ادامه میدن به مراسم رسومات مذهبیشون اینه که پولس از مزمور داره با یهودیان صحبت میکنه از شریعت استفاده میکنه مزمور چارده رو میاره میگه همونو اعلام میکنه بهشون میگه احمقان در دل خود میگوین خدا وجود ندارد این که میگن خدا وجود ندارد اینجور میگه اینا احمقان چون تمام صفات الهی آشکار شده در طبیعت اینها اشخاصی فاسد هستند و کارهای زشت میکنند و کار نیک از آنها سر نمیزنند خداوند از آسمان بر مردم روی زمین می نگرد تا ببیند که آیا شخص فهمیده ای وجود دارد که طالب خدا باشد اما همه گمراه و یکسان فاسد شدند حتی یک نفر نیکوکار هم در بین آنها نیست ترجمه کینگ جیمز به زبان انگلیسی توی تفسیرش می نویسه یه اتحام یه چیز رسمیه یه جرم رسمی که نوشته شده و هر اتهامی بایستی یه دونه سند داشته باشه. One specific charge to it. یه جرمی بایستی باشه که این باعث شده که این اتحام رو بزنه. the more serious the crime, هرچی جرم بیشتر جدیدتر باشه the more counts to the indictment. اون سند اتهام بیشتر میشه پول امیدیالی follows this pattern by from a series of Old Testament passages. اینه که پولوس سریعا دنبالگیری میکنه این تره اتحام انسانها رو با یک سری از آیات احد اتیغو Uh, بازگو گفتن which demonstrate that نشون میده in no less than 14 counts the perversity and depravity of the entire world و 14 تا سند میاره که نشونگر تمام دنیا فساد و شکستگی روحانی تمام مردم دنیا است میگه این 14 از آیه دهش پولو شروع میکنه و میره تا آیه ش راجع به این صحبت میکنه آقای ویلیم نوویل اینو بنویسم میتونید شما ایشون رو در اگر انگلیسیتون خوبه یکی از بهترین میشه گفت تعبیر کننده عهد جدید به دانشمند الهیات زبان یونانی ایشون و کتاب رومیان رو العاده نوشته میتونید در اسمش رو بیارین مجانی میتونید دانلود بکنین توابیرش ایشون میفرماید برای این رومیان باب 3 آیات 10 تا 18 رو میگه چهارده موضوع وحشتناک در مورد انسان ها و این چهارده آیات رو به سه قسمت تقسیم میکنه رومیان باب اینو بنویسید رومیان باب رومیان باب سه از آیات ده تا دوازده به عنوان یه قاضی داره انسانها رو محکوم میکنه رومیان باب سه آیات سیزده تا 15 به عنوان یه دکتر موقعیت انسان رو از لحاظ فیزیکی میگه زبونشون مثل قبر روبازه در زبونشون زهر دارن به عنوان یه دکتر داره توضیح میده موقعیت انسان ها رو و بعد رومیان باب سه از آیات 16 تا 18 به عنوان یه تاریخ شناس موقعیت انسانو داره توضیح میده از لحاظ تاریخی که انسان چه موقعیت روحانی دارن چه کارایی کردن از لحاظ نجادشون از لحاظ اعمالشون از لحاظ تاریخی و غیر ازالک اینی که به عنوان قاضی به عنوان دکتر به عنوان موقعیت انسان ها رو در تمام تواریخ داره توضیح میده که حتی یک نفر نیکو بینشون نیست اینی که پولس میگه میگه در رومیان باب سه میگه در آیه ده میفرماید مکتوب است چنان که کتاب مقدس میفرماید یا ترجمه دیگه میگه مکتوب است این کلمه مکتوب است و هفتاد و شیش بار در عهد عتیق نوشته شده اینطور نوشته شده یادتونه خداوند وقتی شیطان اومد باهاش آیات انجیل رو بهش میگو میگو همچنین نوشته شده مکتوب است مثالی میمونه مثل با بچه ها که یه چیزی رو بهشون میگی میگی این کار رو بکن میگن چرا میگی چون من گفتم چرا؟ انگلیسی ما داره میگه because I said so من این تو گفتم چرا باست این کار رو بکنم؟ ظرف رو بشو چرا باست این کار رو بکنم؟ because I said so من گفتم اینو چون من گفتم این کار رو انجام بده حرف من به عنوان یه پدر بایستی حمل بشه بایستی ارزش داده بشه بایستی اطاعت بشه به عنوان یک پدر به عنوان یک رهبر به عنوان یک کسی که حافظ توه از این حرف من اطاعت بکن چون اگه اطاعت نکنی بعدها توی در سر میفتی اینه که اگه اطاعت بکنی بعد میفهمی که این اطاعت چقدر باعث برکتت شد اینه که انجامش بده میگه چرا؟ چون من گفتم قانون ما من به بچه میگفتم قانون خونه ما قانون دیکتاتوریه اگر میخوای بچه که بودن که هیچ بحثی نبود ولی تینیجر که شدن بزرگ که شدن میخواستن یه کاری انجام بدن از من جواب میگرفتم میگفتم نه بهشون میگفتم اگر میخوای من خودت انجام بدی انجام بده ولی باز پول خرج همه زندگی تو خودت بدی <تصفح> تا اون روزی که زیر سقف خونه ای من این تا 18 سالگی توی آمریکا از 18 سالگی به بعد دیگه قانونی میشن میتونن برن زندگی کنن برای خودشون و هر کاری میخوام بکنم تا 18 سال من فرصت داشتم اینا رو تربیت بکنم دیگه بعد از 18 سال دیگه رهبرشون نخواهم بود بلکه مشاورشون خواهم بود اگر خواستن میتونن از من میان بپرسن بابا من چیکار بکنم بهشون میگم ولی در حقیقت عم دیگه زندگی دست خودشونه 18 سال بهشون تعلیم دادم اینه که تا روز 18 سالی که زیر سقف منن بایستی از من اطاعت کامل بکنم اینه که پولوس میگه نوشته شده داری بحث میکنن باش میگن اینطور نیست میگه ببین نوشته شده همه گناه کردن از جلال خدا محروم اینه که هر عذری افراد دارن هر بحثی دارن و خدا دارن بحث میکنن اینطور نوشته شده که هیچ کسی نیک پیدا نمیشه همه فاسدن همه انسان ها فاسدن گفتم این فساد و ما میچلونیمشون میاد ازشون بیرون انسانو بذار زیر فشار زیر فشار که میاد اون چیزی که در درونشه که قایم کرده میاد بیرون توی ایران الان به مدت چهل ساله ایران زیر فشار این حکومت شریر اسلامیه و این چیزی که توی ایرانی ها هست این فسادی که انجیل صحبت میکنه داره همه میاد بیرون پولشون شده خداشون توی ایران همه سر هم دیگر رو کلاه میذارن همه دروغ میگن من با یه فردی صحبت میکردم ایشون یه معامله خونگی کرده بود خونش رو ازش میدوزدن پولش رو کلاهبرداری میکنن این وکیل میگیری که بره پولش رو بگیره به وکیلم پول میدن اون دوزده وکیل ایشونو رو میخرن یعنی ایران طوری شده که اگر وکیل رو اگر وکیل که مدافع شماست خریداری بشه اگر قاضی که عدالت رو برقرار میکنه خریداری بشه دیگه تو اون کشور دیگه امنیتی برای هیچ کسی وجود نداره به جز اونایی که قلدرن اونایی که سرن توی دولتن حتی برای اونها هم امنیت وجود نداره تا روزی که ماسمالی میکنن حفظن ولی روزی که ماسمالیشون تموم بشه ضد اونام شمشیر بلند کرده میشه اینه که یه همچین کشوری زیر بناش به طور کل ریخته همه چیش ریخته سخفش ریخته شده دیوارا شکسته شده زیر بنای این جامعه به طور کل چون دادگاه میشه گفت اصاره اصلی یک جامعه است وقتی دادگاه فاسد بشه اگه دادگاه رو با پول بشه خرید برای اون جامعه هیچ امنیتی دیگه وجود نداره پلیس رو بعد میشه خرید سران کشور رو میشه خرید دیگه مسئله مسئله پوله پول خدا میشه که اینطوری که در ایران شده وقتی وکیل مدافع تو خریداری بشه دیگه وای به حال اون جامعه کی ازت دفاع بکنه تونم که میپرستین خداتونم که حقیقی نیست خداتونم دفاع نمیتونه ازتون بکنه چون خداتون حقیقی نیست اینه که این جامعه اینطور که من شنیدم میگن در ایران الان همه دنبال اینن که از ایران فرار کنن برن کشورهای نزدیک یه خونه ای اونجا زندگی کنن انقدر ایران زیر لعنت واقعا دل من میشکنه من این داستانایی که میشنوم هر روز در ایران ما واسه دعا بکنیم به یه رهبر یه رهبری که مردم سوز باشه مردم خواه باشه دلسوز مردم باشه یه رهبری که با پول نمیشه خرید یه همچین فردی میتونه جامعه ایران رو کمک بکنه مثل رضا مثل آتا ترک توی ترکیه یه کسی که جامعه رو بخواد دوباره ساس باسازی بکنه جامعه خراب شده از همه لحاظ از لحاظ اخلاق از لحاظ روان از لحاظ اقتصاد و یه رهبر نیک احتیاج داریم یه کسی که دلسوز مردم باشه و بخواد مردم رو بسازه واقعا باست برای این دعا بکنیم خدا یه همچین فردی روی توی ایران بلند بکنه که دلسوز مردم باشه من یه زن رو میشنستم توی ایران که میتونه این کارو بکنه زنه و این فرد میتونه جامعه ایران رو بازسازی بکنه مدیریتش و قدرتش داره که بتونه این کار رو انجام بده ولی بایستی دعا کرد که خدا همچین فردی رو بلند بکنه بین قوم ما و این فرد بتونه جامعه رو بشناسه مردم رو بشناسه شکستگی جامعه رو بدونه تشنه قدرت و تشنه پول نباشه تشنه جا نباشه بلکه هدف ساخت دوباره سازی ایران جنگ جهانی دوم اروپا به طور کل شکست خورد از همه لحاظ و آمریکایی اومدن و شروع کردن به ساخت ساخت بیرونیش و بعد یه ذره یه ذره توی جامعه اینو ساختن که مردم ساخته بشن خیلی طول کشید هنوز که هنوزم هست مردمون فکر کمبود هنوز درشون وجود داره من با یه زن شوهر انگلیسی مدت زندگی میکردم اینا چایو میذاشتن توی لیوان چایه که می آوردن بیرون از لیوان میذاشتن کنار چایه رو چای خوش میشد باز ازش استفاده میکردن یا ظرف که میشستن توی اون سینک ظرفشوییشون آب میبستن آب رو با ظرف با با صابون ظرف میشستن بعد این این ظرفی که صابونی بود و میآوردن بیرون خشک میکردن دیگه اینو باز با آب دیگه نمیشستن با همون آبی که کثیف میذاشتن اونجا که رو میگرفتن با همون که برمی داشتن از آب میومد بیرون خشکش میکردن باز استفاده میکردن چرا چون زمان جنگ جهانی دوم اینا کمبود آب بود همه باید صرف جویی میکردن این فکر صرف جویی توی این ذهن اینهایی که از زمان جنگ جهانی دوم وجود داشتن پدرانشون مادرانشون و بچه هاشون که تو اون جنگ بودن به دنیا اومدن هنوز توی فکرشون هست یعنی بعد از 60 سال هنوز این کمبود با اینکه آب زیاد دارن مثلا توی آلمان آب بی ولی این کمبود هنوز توی ذهنشون وجود داره اینه که یه نسل طول میکشه از بین بره و یه نسل جدید بتونه بازسازی بکنه یه فردی که بیاد اقتصاد و درست بکنه مردم بتونن خرید و فروش بکنن آزادانه وارد بکنن جنس وارد بکنن جنس که زیاد بشه پول رواج پیدا میکنه توی بازار و پول که رواج پیدا بکنه ارزش صادر کردن و وارد کردن صادر کردن بیشتر میشه پول قیمتش بالا میره شغل زیاد میشه شغل افزایش پیدا میکنه جامعه یه ذره شروع به ساختن میکنه و این هرسی که در ایرانیا وجود داره یه نصر طول میکشه تا این هرس از بین بره این هرس کم بود دروغ گفتن الان شده یک چیز عادی سر مردم کلاه گذاشتن پول مردم رو خوردن الان شده یه چیزی که عادیه بین قوم ما این واقعا باعث افسردگیه ولیکن یک فردی که رهبر خوبی باشه میتونه جامعه رو بسازه میدونه چی کار بکنه که این جامعه ساخته بشه و مردم باز از لحاظ اخلاقی رشد پیدا بکنن اصول اخلاقی رو باز حفظ بکنن قانون زیر بنای اصلی یک جامعه است یک جامعه ای که قانون نداشته باشه بر مبنای قانون نباشه فساد زیاد میشه بین اونایی که سرن نه منظورم فساد اخلاقی نیست بلکه فساد فساد رهبریته بین اونهایی که سران فساد زیاد میشه دروغ میگن اگر قاضی شهر دروغگو باشه کلاهبردار باشه وای به حال مردم شهر چون قاضیه که دادگاه قانونه که یه کشور رو حفظ میکنه آمریکا اگه قانون نداشت مردمش با این همه زور و قلدری که دارن با این همه اسلحه که توی خونه‌هاشون هست اینا قتل عام میشد تو اینجا مردم همدیگر رو میخوردن ولی قانون این کشور رو حفظ میکنه خیلی جالبه من دیروز داشتم با یکی از اعضای کلیسا مراجع می صحبت میکردم توی یه استادیوم امریکایی که میری فوتبال آمریکایی که نگاه میکنی مثلا پنجا هزار نفر جمع شدن این پنجا هزار نفر اکثر این افرادی که فوتبالیستن دنبال فوتبال افتای رو اینایی که موتورسیکلتیان و اینایی که مرسوم بین همه مردا ولی اینا با خانواده هاشون میرن تو این استادیوم همه هم, هم آبجو آزادن آبجو بخورن تو استادیوم من به این فکر بودم اگر این توی ایران بود اگر اینطوری مردم میرفتن آزادانه آبجو بخورن مشروب بخورن توی استادیوم اینا همدیگر رو میخوردن تو اون استادیوم جنگ و دعوا ولی بین اینها چون قانون وجود داره اگه یکی یکی دیگر رو بزنه اون میتونه شکایت بکنه برای زندانی بکننش این اینطوری نیست که دستتو بلند بکنی روی یکی این همه مردم که جمع میشن با این همه شور و اشتیاقی که دارن ولی نظم هنوز برقراره صلح برقرار دعوا نیست مرافع نیست فوش نیست این تیما بین هم میشینن یکیشون بلند میشه داد میزنه زده اون تیم دیگه اون یکی دیگه ساکت میشینه این قانونی که مردم رو حفظ میکنه اگر قانون وجود نداشته باشه این ذات شیطانی که در انسان وجود داره انسان ها رو از بین میبره و در ایران همچین حالتی شده که قانون داره از بین میره چرا؟ چون سران کشور فاسد شدن سرانی که مردم رو قرار حفظ بکنن اصول اخلاقی رو تعلیم بدن اینها فاسد شدن پول براشون خداست الله خدا نیست تو ایران پول خداست و اینا به خاطر پول هر کاری میکنن اینه که واقعا ما احتیاج به این داریم که دعا بکنیم خدا رهبرای درست برای همین انجیل میگه اول تیموتوس باب دعای یک تا چهار برای اونهایی که در سرن دعا بکنیم اگر فاسد باشن خدا اینا رو از جا و برشون میداره و اگر پتانسیال درستی داشته باشن اینا قوت میده اینه که بایستی دعا بکنیم ما ایماندارانه که الان میتونیم ایران رو حفظ بکنیم به وسیله دعاهامون و کلام ما اینه که این مسئله خیلی مهمه امروز ما از خدا بطلبیم طلبیم اینه که ذات انسان ذات انسان فاسده و این فساد رو در ای که به بار میارن میبینیم درخت از میوهش میشه شناخت درختی که میوه نداشته باشه غیر قابل شناسه نمیدونیم چیه حالا دیدی یه گیاهی رو ببینی بگی این چیه نمیدونیم اسمش نمیدونم چیه ولی اگه یه درختی موز بده نمیگی اسمش رو نمیدونم موز این درخت موزه اگه سیب داشته باشه این درخت سیب. من داشتیم با یه منطقه میرفتیم توی ترکیه من درخت موز رو میشناسم گفتم این درخت همه هم موزه یه کسی که با من داشت گفت نه اینا موز نیست گفتم چرا اینا موزه یه خود پایین تر گرفتی موزه رو که دید گفت آره این موزه حرف ما قبول کرد ولی تا اون موقعی که میور رو ندیده بود قبول نمیکرد نوع این درخت چیه میوه سمره ای که انسان ها به بار میارن نشونگر ذات اون درخته میگه درخت خوب درخت خار انگور به بار نمیاره درخت انگور هم خار به بار نمیاره اینه که میوه نشونگر ذات اینو خداوند صحبت میکنه در متا باب هفت میگه از انبیای دروغین برحذر باشه که در لباس میش به نزد شما میآیند محمد یکی از این انبیای دروغینه ولی در باطن گرگان درندن آنان را از کارهایشان خواهید شناخت زندگی محمد رو بخونید یک کتابی نوشته شده در مورد زندگی محمد به وسیله یکی از علمای ابن اسحاق علمای بزرگ اسلامه همه این ابن اسحاق رو قبولش دارن قرن دوم بعد از محمد این کتاب رو نوشتن مورد زندگی محمد تاریخ زندگی محمد به نام لایف اف محمد زندگی محمد این کتاب رو میخوام همه شما مطالعه کنید که مسل بایستی بخونید به عنوان مسلمان برای من عجیبه که در ایران این کتاب معروف نبود ببینید زندگی این مرد چه زندگی داشت زندگی این مرد رو ببینید آیا این میتونست از جانب خدا باشه خیلی برای من عجیب آیا میتوان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه خوب به بار میآورد و درخت فاسد میوه بد درخت خوب نمیتواند درخت خوب نمیتواند درخت خوب نمیتواند, درخت خوب نمیتواند. میوه بد به بار آورد و نه درخت بد میوه خوب درخت بد نمیتونه میوه خوب بیاره درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را میبرن و در آتش میاندازن درختی که میوه خوب به بار نیاورد دولت ایران بذار اصلا اسم اینو عوض کنیم دولت ایران که میوه خوب به بار نیاورده آن را می و در آتش می اندازن. اسلام و چرا الان همه دارن لعنت میکنن؟ افرادی که مسلمان متاسب بودن الان فوشای رکیک به محمد و آل محمد و علی و حسین میدن چرا؟ چون بعد از چهل سال چشیدن اسلام واقعی یعنی چی؟ توی کشورهای عربی داعشیا اسلام حقیقی سنیان سلفی هن. سلفیا ها به این معتقدن که گروه های مختلف توی سنی وجود داره سلف سلف یعنی نسل بعد از محمد سه نسل بعد از محمد که سه رهبرای سنی هستند عمر و عثمان و ابوبکر و اینها معتقدند که زندگی اینها زندگی حقیقی اسلام بود اینه که هر کاری که این داعشی ها میکنن بر مبنای احادیثی که در زندگی این ستا فرد بود عمر چیکار کار کرد ابو بکر چی کار کرد عثمان چی کار کرد مطابق اینا اینه هر کاری که داعشی ها کردن مردم و زنده زنده می یکی یک از کارهایی بود که عثمان میکرد و ابو بکر اینی که اینها مطابق زندگی میگن اونها مسلمان های حقیقی بودن چه از طرف اونهایی که سنی سلفیا، داعشی ها چه از اونهایی که شیعن حزب ها مثل دولت ایران و حزب الله و اونهایی که تو سوریه مردم رو چه کشتاری کردن چه چه قتل عامی بین مردم خودش این رهبران سوریه کردن اینی که سمره ای که اسلام به بار آورده هم همین تازگی های خود با دید خودمون حالا قرون قبل و رسول صحبت نکنیم یکی از رهبرهای اسلام که وارد ایران شد تو یه شهر تاریخ اسلام در ایران رو مطالعه بکنی تو یه شهر بیشت هزار سر بریدن این فردی که رهبر ارتش اسلامی بود گفت من میخوام آسیابم با خون فارسا به چرخه نه با آب بیشت هزار سر بریدن سر نیزه گذاشتن توی اون شهر اینی که سمره ای که اسلام به بار آورده به جز مرگ و لعنت و فقر و فساد و دزدی و زنا و دروغ نبوده در زی چهل سال اینا ثابت کردن اینی که میوه رو میوه ثابت کننده ای ذات درخت یه هایی هست یه میوه هایی داره خیلی قشنگ شبیه بلوبری میبونه ولی این بلوبری رو بخوری سمه شکمتو میگیره و جا به جا میکشتت به نظر میرسه شیک به نظر میرسه شبیه میوه به نظر میرسه ولی ذاتش مرگ درش وجود داره اسلام هم همچین حالتی داره اسلام در ذاتش مرگ وجود داره زندگی محمد عرض 22 سال ثابت کرد در زمانی که محمد مرد توی عربستان یک مسیحی و یک یهودی پیدا نشد در, الان رو ببینید در الان در عرض چهل سالی که تو ایرانن، اکثر یهودیا، اکثر مسیحیا، اکثر ارامنه و آسوریا از تاریخ ایران پاک شدن میدونید چند میلیون نفر از ایران فرار کردن به دلیل ثمره ای که این دولت شریر اسلامی ایران به بار آورد حالا شما تو خونت نشستی ما رو قضاوت میکنی که ما این حرفا رو میزنیم اشتباهه ما بایست با کلام مصالحه و ملایمت با اینا صحبت بکنیم یعنی که شما همین دروغی رو که به قومشون گفتن به شما هم گفتن انجیل میگه ما حقیقت رو بیان میکنیم ولی با روح محبت نه با روح تنفر و مرگ ولی با روح محبت حقیقت رو بایست اعلام کرد چون مردم احتیاج دارن اینها رو بشتمن. اینه که سمره ای که به بار آورده چیه؟ درخت خوب نمیتواند میوه بد به بار آورد و درخت بد نمیتواند میوه خوب به بار آورد درختی که میوه خوب به بار نیاورد خداوند راجع به درخت صحبت نمی کنه داره راجع به انبیای دروغین صحبت می کنه 15 میگه از انبیای دروغین بر باشید در لباس میش به نزد شما و در باطن گرگان درندن از ثمرهشون میشناسیم اینا چی به بار آوردن میوه خوب به بارن. آن را میبرن و در آتش مینازن الان شروع شده تو ایران مردم میریزن تو خیامون میگن مرگ بر خامنه ای ده ببرنش این دولت من بهتون قول میدم چه زود چه دیر این دولت دولت رو میکنن از ریشه میکننش و خیلی هاشون در آتیش میسوزونن این قول رو من به شما میدم چون میوهی که شما به بار آوردی این کلام خداست کلام انسان نیست ما راجب به سیاست اینجا صحبت نمی کنیم. ما داریم راجب کلام <سؤال> حقیقی خدا صحبت میکنه ایسای خدا ما را راجع به کاذب دروغ انبیاء دروغین داره صحبت میکنه می یعنی که من از خودم حرف در نمیارم انجیل داره اینو میگه از انبیای دروغین بر حذر باشید بعد آیه 19 میگه این انبیا میوه که به بار میارن مردم آن را میبرن و در آتش میاندازن اینی که همه شماهایی که در سپاهی بدون استثنا اگه مردم بشناسنتون روزی که تبر ور میدارن این درخت شما رو بکنن من بهتون قول میدم اینو مردم ایران که ایماندار نیستن ایمان الهی که ندارن مردم ایران و مبنای احساسات و موقعیت زندگیشونه اینا رو شما به نحوی فشار اگر اون کار رو با شاه کردن اون زمان که این همه برکت بود وای به حال شما روز داوری شما برسه من به شما قول میدم روزی خواهد رسید که شما رو زند زنده زنده مطابق پیامی که اعلام کردین همون کاری که با مردم کردین با شما میکنن اینه که الان الان پیشنهاد من اینه که اگر یکی از سران سپاه بلند بشه و ضد این دولت یک کودتایی بکنه و مردم رو آزاد بکنه شاید برایتون رحم وجود داشته باشه وگرنه برای همه شما روز داوری نزدیکه درخت که از تبر میزنن تر میمونه تا چند روزی تا چند هفته ای ولی روز خشکیش میرسه و به محض اینکه خشک بشه میندازنش تو آتیش و میسوزوننش درخت تر رو نمیتونن بسوزونن چی دارم من میگم شما الان تبر زدن زیر پاتون درخت رو کندن در حقیقت مردم از دست همه شما خسته شدن این تبر رو زدن ولی هنوز شما ترین هنوز اسلحه دستتونه ولی روزی میرسه من به شما قول میدم این روزو این روزی میرسه که شما خشک میشی و همه تون هر جای دنیا بری پیداتون میکن. فکر میکنیم به همین سادگی آلمانیا زمان هیتلر به همه جای دنیا فرار کردن هر جای دنیا رفته بودن اینها اینهایی که توی سیستم رایس بودن توی سیستم ناتسیا بودن هر جای دنیا سران اینا رو گیر آوردن برگردوننشون توی اسرائیل توی محاکمه گذاشتن و بعد اعدام شدن بدون استثنا اینی که روز داوری شما مردم داوریتون میکنه روز داوری خدای روز دیگه است روز داوری که دارم صحبت میکنم روز داوری, رو داوری مردمه روز داوری خدا هزار سال دیگه است ولی روز داوری مردم فرار رسیده و من به شما قول میدم شما خشک میشی و شما رو میسوزوننتون چرا به خاطر این لعنتی که شما فشاری که مردم ایرانو دادی باد کنه فشارش بده فشارش بده لذت میری وقتی فشارش میدی ولی یه روز باد کنه که میتره که به صورتت و وای به حال اون خرابی که به بار میاره اینی که Uh, ذات انسان فاسده و بعضی سیستم ها هست که این ذات رو بیشتر آشکار میکنه مثل سیستم اسلامی انسان <coughs> بهترین نوع انسان یه شیطونیه که مثل یه میمونی, میمونی که لباس شیکتنش میکنن ما تیک میمارنش برای خنده برای تمسخر مثل انسان میخوان درستش کنن کچلوار تنه یه میمون میکنن کلاه میذارن سرش عینک میذارن ولی ذاتا هنوز میمونه انسان هم همینطوره در جامعه باب هفت آیه 20 میگه در دنیا هیچ کسی نیست که کاملا نیک کردار باشد و گناه نکنند همه همه گناه کردن و از جلال خدا محرومن یکی نیست که نیک باشه رومیان باب سه آیه ده حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشه این کلمه نیک کلمه به زبان یونانی دای کاییوس بنویسیم این کلمه را قبلا راجع به صحبت کردیم دای کاییوس یعنی نیک یا میشه گفت نیکی خدا یه کسی نیست که نیکی خدا رو داشته باشه استانداردی که خدا معین کرده بر مبنای استاندارد خدا داشته باشه برای انسان غیر ممکنه این نیکی رو دارا باشه افرادی هستن که خوبن ولی خوبیشون بر مبنای میارهای انسانی نه بر مبنای میار خدا یک شاعر روسی هست به نام آقای تورگنف کنویز تورگنف کنویز ایشون میگه I don't know what the heart of a bad man is like میگه من نمیدونم قلب یک انسان بد چی جوریه But I do know what the heart of a good man is ولی من میدونم قلب یک انسان خوب چی جوریه It's like It's like and it is terrible و قلب یک انسان خوب فوق بده <applause> قلب انسان بدو نمیدونم انسان بعدو نمیشناسم که ببینم قلبش ولی انسان های خوبو دیدم و انسان های خوب قلبشون خیلی بده فای بال اونایی که بدن اینه که یک نفر نیست که این کاملیت نیکی خدا رو داشته باشه نیکی رو از کجا میدونیم از طریق انجیل انجیلی که برای ما نیکی رو معین میکنه کتابهای دیگر رو بخونی قرآن پر از نادرستیه تو قرآن فرمان داده میشه افراد زنا بکنن فرمان داده میشه افراد دروغ بگن فرمان داده میشه افراد دزدی بکنن آیات مختلف اینه که نیکی مطلق فقط در انجیل یافت میشه نیکی اینکه خدا چه ذاتی داره چه چیزی داره در انجیل یافت میشه در تمام مذاهب دیگه معیاراشون فرق میکنه خیلی جالبه میاری که برای محمد گذشته تو قرآن فرق میکنه با میاری که برای مسلمان ها گذاشته یعنی که خدا چشش میپوشونه برای نبیش ولی به دیگه نبیش هر کاری بخواد بکنه اوکیه تاییدیه میاد از جانب خدا مثل این بود که محمد در زد زید اولین کسی بود که یه فرد آفریقایی بود که به محمد ایماندار شد دنبال رو محمد شد پیرو محمد شد یه روز محمد در خونه زید زنگ در میزنه زید خانومش در واز میکنه روسری سرش نبوده شادو نداشته محمد از این نگاه میکنه شهوت میورزه آیه از جانب خدا میاد که محمد که زید زنش رو طلاق بده محمد از این لذت ببره این این من با مسلمانایی که صحبت میکنم میگن خب اون پیامبر خدا بود چیز خاص داشت یعنی چی پیامبر خدا بود زنا برای پیامبر خدا اوکیه ولی برای مسلمان ها اوکی نیست این نیکی اسلامه نیکی اسلام بر مبنای زندگی محمده هر چی زندگی محمد هر چی خواستار بود اون اوکی بود برای همین زن مردم میتونن چهار تا زن بگیرن چون محمد زن زیاد گرفت سی و زن داشت سیغه خدا بدون چقدر سیغه داشت سیغه هر چقدر مردا بخوان میتونن بگیرن ولی زنا بایستی سرشون رو بپوشونن موی سرشون هم دیده نشد یعنی چی این؟ نیکی اسلامه حرفی که محمد زد زن از دنده کج آدم گرفته شده اگه بخوای راستش کنی میشکونیش اگه بخوای بذاری تا آخر عمرش کجه اصلا زن رو توی اسلام به عنوان یک انسان نمیشناسن بیدلی نیست توی کشورهای اسلامی زن یه برده است توی عربستان سعودی تا امسال زنها حق نداشتن رانندگی بکنن حالا به حق زنا بخوایم صحبت بکنیم مسئله دیگه است ولی نیکی اسلامه نیکی اسلام یعنی این شما که زنی سرتو میپوشونی از اسلام دفاع میکنی شما یه آمپول به تو شما تزریق کردن به نام جهالت میزنن توی سرت میکوبونن توی سرت هزار و یک چیزم بهت وصل میکنن میگن تو یک چیزی یک شیعی توی اسلام حق حرف زدن هم نداری شما میگی الله اکبر الله مسئله علی محمد و آل محمد اینی که نیکی خدا رو تو اسلام میخوای بگردی بیدلیل دلیل جلوی انجیل رو توی ایران گرفتن انجیل رو جلوش گرفتن تو ایران میگن این انجیل کتاب مسیح نیست این انجیل تفسیر شده یا تعویض شده عوض شده این انجیل درست نیست ای بابا این همه کتاب اشتباه نوشته چرا شما جلوشو نمیگیری چرا جلوشو میگیرن چون در انجیل نیکی خدا آشکاره میگه وقتی انجیل من میخونم اینا ای ایداد من وقتی شروع کردم به خوندن انجیل شک افتاد در مورد زندگی محمد برام که چرا جو محمد ننوشته ولی نیکی که در انجیل خوندم دیدم این نیکی نیست که در اسلام به ما تدریس کردن در کتاب رومیان اینو میگه رومیان باب یک آیه 17 میفهمد زیرا انجیل نشان میدهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک میشمارد یا ترجمه دیگه میگه ترجمه پیوی در آیه 17 میفهمد میفهمد زیرا که در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان چنانکه که مکتوب است عادل به ایمان زیست خواهد در آن در انجیل عدالت خدا درستی خدا باز میشه میخواید خدا ببینی خدا چی جوریه میخوای ببینی ارزش خدا در مورد زنها چیه میخوای ببینی ارزش خدا در مورد انسان چیه چرا توی کشورهای اسلامی برای جون انسان ها مثل یه جون مرغ میمونه اهمیتی برای جون انسان ها ندارن برای همین قانونشون احترام زندگی یک انسان نمیذاره برای یک مسئله کوچیکی که من اینجا میتونم در عرض پنج دقیقه با تلفن حلش بکنم تو ایران باس از این دادگاه بری به این دادگاه از این دادگاه بری به اونجا از این محاکمه بری به اون محاکمه از این وکیل بری به اون وکیل به این پول بدی به اون پول بدی اینا چیه اینا بی مقام انسانه توی اسلام 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 مقامی برای شما ارزش نیست چه برای زنا چه برای مرد که،, که خاک بر سرشون هیچ چن توی اسلام بدبخت ترین موجود اسلام زنه زن یه, داراییه داراییه بیدلینی شما وقتی میرین خاصگاری میخرینش با پول میخرین زنو با پول میخرین با پولم میفروشینش من تو رو خریدم پنجا سکه مال من شدی الان نمیخوامه بیام پنجا سکه رو میدم برو یه شیعه خرید و فروش داری باش میکنی مثل یه لباسی که میپوشیش بعد از یه مدت دوست نداری بیرونش میندازی ارزش عرضش... ارزش انسان وجود نداره ارزش انسان در جامعه هیچ جامعه اسلامی نیست که برای انسان ارزش بذارن ولی در غرب که میای انسان مقام داره جونش اهمیت داره توی سوئد توی نروژ شما برو ببین چقدر قوانین رانندگی وجود داره چقدر دوربین گذاشتن که یکی جونش از بین نره. یک نفرشون توی جامعهشون مهمه. خیلی جالبه. این فیلمیه که من دیدم. اسرائیل هزار نفر از اسیرای هزبولا رو گرفته بود توی زندانشون. با یه سرباز اسرائیلی تبدیل عوضش کردن. خیلی ها. با یه سرباز اینو عوضش کردن. تب... تعویض کردن. گفتم جون هزار نفر مسلمون مقابل جون یک اسرائیلیه یک یهودیه انقدر اینها برای جون انسان ارزش قائلن چرا چون مسیحیت ارزش انسان رو ثابت کرده احترامی که به انسان گذاشته در مسیحیت میگه حتی به انسان اگر فوش بدی به خدا فوش دادی چون خدا انسان شبیه خدا آفریده شده اینه که برای یک انسان ارزش قائلن پلیس وقتی توی خیابون میگیرت با احترام با صحبت میکنه نه با بی احترامی ارزش برات قائله احترام برات قائله چون یک انسانی قوانینی که وضع شده حافظ هر شخص اینجا قانون اساسی آمریکا حافظ یه شخص چرا همه دنیا میخوان میان تو آمریکا زندگی کنن حتی بچه های این که توی دولت ایران هستن تو آمریکا زندگی میکنن چرا چون برای انسان ها ارزش قائلا چرا چون در این جامعه انجیل پخش شده ارزش انسانی در این جامعه برقرار شده انجیل ارزش انسانی رو آشکار میکنه برای ما که انسان چه ارزشی داره نیکی رو آشکار میکنه اینه که انسان ها همشون بدون استثنا بیفهمن مزمور 53 سه آیه دو می خدا از آسمان بر مردم روی زمین می نگرد تا ببیند آیا شخص فهمیده ای وجود دارد که طالب خدا باشد آیسه میگه اما همه گمراه و یکسان فاسد شدن حتی یک فرد نیکوکار هم در بین آنها نیست فهم آیا کسی از فهمیده باشه؟ هیچ کسی نیست که بفهمه این کلمه که استفاده میکنه سونه مای بریم به تختمون سون سونی مای از کلمه سون میاد که گفتیم سون معناش یعنی با یا باهم و بعد هی مای یعنی از کلمه هیما یعنی فرستادن فرستادن با اه یه چیزی رو اه برهم گذاشتن فهمیدن یعنی یه چیزی رو مثل یه از این عکسایی هست که تیکه تیکه است بهش میگیم پازل اینو میگیری فهم اینه که چی به چی بخوره رو میذاری کنار هم فهمیدن روی هم گذاشتن یه مسئله رو میشنوی این مسئله رو اگه فهم داشته باشی میتونی دو تا دو با دو بکنی چهار تا میدونی چی به چی میشه فهم این که چیزهای الهی رو بفهمی چیزی که راجع به خداس رو درک بکنی کلامی که راجع به خدا صحبت میشه رو درک بکنی من قبلا که مسلمان بودم راجع به انجیل که میشیندم هیچی نمیفهمیدم چرا؟ چون درک روحانی نداشتم یک مسلمون درک روحانی نداره مگر اینکه قلبش رو باز بکنه و گوش بده اگه گوش بده به خاطر این بازی که میکنه باز کردنی که میکنه خدا بهش فهم روحانی خدا میده بهش فهم روحانی و میتونه بفهمه در متاباب سیزه خداوند راجع به این صحبت میکنه میگه میگه بنابراین من برای آنان در قالب مسئله ها صحبت میکنم زیرا آنان نگاه میکنن ولی نمیبینن راجب افراد مذهبی داره صحبت می گوش میدهن ولی نمیشنوان و نمیفهمن پیشگوی اشعای نبی در برای آنها تحقق یافته که میگوید پیوسته گوش میدهید ولی نمیفهمید نگاه میکنید ولی نمیبینید زیرا ذهن این مردم کند گشته گوشهایشان سنگین شده چشمهایشان بسته است و اگرنه, چشم نشان، اگرنه چشمانشان میدید دید گوشایشان می شنید و می و باز می بازگشت می و من آنان را شفا می دادم اینه که انسان در بیفهمی در کاملا از دید الهی فهمی درش وجود ندارد ببینید پولس در این مورد افسسیان باب چهار چی میگه؟ میگه افکار آنها تیره شده است جهالتی که در میان آنهاست و سخت آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است جهالت کاملا کور شدن کاملا از حقیقت دورن حقیقت رو نمیفهمن وقتی حقیقت رو بهشون اعلام میکنی غرورشون چشمشون رو کور کرده و حقیقت رو نمیبین ولی کسی که انجیل میگه به نزد مسیح بیاد این کوری این پرده ازش برداشته میشه چه در مورد قوم یهود چه در مورد مسلمان ها اینه که امروز بیایید نزد خدا و بخواید خدا قلب شما رو باز بکنه این پدر می به این عزیزان قوت بدی امروز که این کلام رو دریافت بکنن و فهم الهی بهشون داده بشه بفهمن در تاریکی که وجود دارم در جهالتی که قلبشون رو گرفته در نام عزیز عیسی مسیح میطلبم ای پدر با سپاس گذاری و نام تو رو جلال میدیم امروز در نام عیسی مسیح خداوند آمین